Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хамватанон, тамошобинони гиромӣ. Чуноне ки медонен, рӯзи 5-уми декабри соли 2019 дар фурудгоҳи Внуково бародар Хурсанд Наҷмиддиновро боздошт карданд ва он ҳам бо дархости мақомоти Тоҷикистон. Ин ҳодиса сару садоҳои зиёдеро ба бор оварда буд. Албатта, режими Раҳмонов ҳам хеле кӯшиш кард дар ин қазия дахолат кунад ва ӯро ба Тоҷикистон бигиранд. Вале хушбахтона дар ин чиз муваффақ нашуданд ва бародар Хурсандро суд озод кард. Имрӯз бародар Хурсанд дар миёни мо ҳаст ва фурсат шуд дар ин барномаи ихтисосӣ як мусоҳибае бо ӯ дошта бошем. Хуш омадед, бародар Хурсанд, дар барномаи мо. Салом бошед. Худоро шукр, ки солим ҳастӣ, имрӯз озод ҳастӣ ва дар паҳлӯи бародаронат ҳастӣ. Чӣ эҳсос дорӣ? Салом алейкум, аввалан, бародари азиз ва тамошобинони муҳтарам. Алҳамдулиллоҳ, ки ман озод ҳастам. Ин калиме буд, ки ман بعد از یکمین کلمه ای که من بعد از آزاد شدنم گفتم و زندان جویش هست که ما عین حال در تاجیکستان دهان صدها زندانی داریم و خودم درک کردم که اوها در چی شرایط هستند. شرایطی که من داشتم خیلی خوب بود و مطمئنم که وضعیتی که در زندان های رحمانوف هستند خیلی بد است و اینجا یک شکست رحمانوف نزد هم حکومت افسری هم و حکومت تاجیکستان بود. هیچ تصوری نداشتم که این قضیه من همه را متحد می سازد و رسانه های گوناگون می نویسند، شخصیت های گوناگون می پرسند و سازمان های گوناگون پیگیری می کنند. چی فکر داری؟ چرا رژیم رحمانوف دنبال خورسند نجمیدنوف میگردند؟ ببینید، هدف خورسند نیست، هدف گروه بسیار است. خورسند یک عضوی قطاری گروه بسیار است و برنامه عموم در بالای گروه بسیار میرد. خوب، بیا قصه را از اول شروع کنیم. بیلیت گرفتی از فرودگاه براتیسلاوا به ونوکووا پرواز کردی. در فرودگاه رسیدی، بعدش چی شد؟ بله، روزی 5 دکابر تقریبا 19 و 15 مایس از براتیسلاوا پرواز کردیم. تقریبا ساعت 8 رسیدم. وقتی که چیرا میگذاشتیم پاسپورت کانتر رو باید مهر میزنن، خیلی طول کشید و گفتم که همه خوب است، یکان چی نیست. گفت صبر کنیم، از چی میشنیم حال میکنیم. بعد زنگ زدم به سرداری هوای شعبه، سردارشان. یک شخص آمد، حجت های مرا گرفت، گفت رفتیم همراهیم. بعد از آنجا رفتیم یک حجره دیگه که حجت های مرا درآوردن و گفتن که همجا منتظر باش. تقریبا 2 ساعت زیادتر باشد منتظر بودم و هر کسی که میدارم میبرامد میپرسیدم که این قضیه من چقدر طول میکشد، برای که در بیرون نماینده گروه بسیار در روسیه رحمت جان محمود منتظر بود. خب در اینجا علکی فهمیدی که خودت روبرو یک مشکلی هستی، درست است؟ اولین کاری بود چکار کردی؟ من درک کردم که در روبروی یک مشکلی قرار دارم و این مشکلی نیاز به اداره دارد. اداره نیاز به یک سری تازه نیاز دارد. وقتی اوها برامدم و با این خود صحبت میکنم با روسی، البته که روسی بلد هستیم، بعد همونجا شنیدم که گفت تاجیک است. بعد او گفت که بله تاجیک است و گفت تاجیکی چی نیست است، تاجیکی عادی نیست است و او پاسپورت پناهندگی داره. برای من پاسپورت پناهندگی چی افسره داشتم. با وجود این که خودت پاسپورتی پناهندگی افسره داشتی، یعنی بازداشت کردن و بگیم که دوچاری مشکلی شدی،
بله وقتی که من پرسان شدم سبب چیه و مشکلات چی است و که پلیسی ایرپورت بود خودی فرودگاه بود گفت کاری ما تو را من کردن و به دست پلیسی فدرالی سپاریدن است و گفت منتظر باش تو ها بیایم با باید تو را اوها دو بسپاییم و هرچی سوالی داری با اوها باید بیتم و گفت ما به این سوالی تو جواب نمیتیم خب اینا اومدن اینا پلیس های فدرالی اومدن و خطه بردن گفتن با کدام عیب نامه تو را بزدوش کردن چیزی نگفتن و شخص آمد گفت میتونی سوالات بیتی همینجا و گفتم سبب چیست که سبب بازداشتنی من چیست و سوال کرد که مرا خود ندونستی که تو در جستجو قرار داری و من گفتم بله من در جستجو قرار دارم ولی در تاجیکستان از در روسی نیست و او گفتی تو در جستجوی فدرالی قرار داری و تاجیکستان درخواست کردی است من سینی پلیس فدرالی گفتم که تو میدونی که ورقی که در دست من چی است با گفت بله میدونم با گفتم بعدی با کدام اسناد مرا دستگیر کنیم وقتی که میدونی حجت من چی است و من پناهنده افسری دارم در خان شما در این سازشنامه عضو هستین در کمیسیون 1951 نظام دموکراسی خود را زیر سوال نگذارن خیلی قطعیش تیز رفتیم بعد رفت کجایی بدرخ شد بعد آوردم چی او قرارایی که تاجیکستان پیگارایی کرده است بعد داد بعد خواندم شنار شدم که تقریبا با 6 ستیه مراد به جستجوی فدرالی داد بگید اون گفتم میتونه که چی هستن ستیه هم 37 به فکرم برای اکستریمیزم برای چی تبادلات عضویت در گروه 24 برای عضویت در گروه 24 من مطمئن بودم که آزاد میشم اگر این کار روی عدالت بشه روی قانونی بشه اگر که روی قانونی نمیشید بعد مطمئن بودم که رنگ قضیه شرف الدین گدایف از تاجیکستان پیدا میشد و بعد میگفتی که من با اختیار خودم اومدم بله بعد حرکت سیاسی گروه 24 ما پیش از سفر یک نمود به خود مسئول میمانیم و هر یک قدم خود رو با او مینویسیم برای که هر یک قدم ما زیر نظارت بود یک نفر مسئول بود و هر یک قدم ما رو در کنترل خود بود یک اون نوار گذاشته بودی قبل از سفر بله تا وقتی که در فرودگاه بودی از کارمندای سفارت تاجیکستان کسی را مشاهده کردی کسی آمد کسی را دیدی یکان چیز در نظر شبهناک بود نبود اولین مرا بار اول به دو سوت که و 48 ساعت محکم کرد وقتی که پیش از باید محکم کردن باید همه چیزایی که قیمت بها داری باید دستنویس بکنی بعد بسپاری و برای اون دو شاهد درکار است و هم دو شاهدی که اومد کارگر حکومت بود معلوم بودن که با طرز لباس پوشی طرز گوزنی و نگاهی بزیب معلوم بود که چی کارگر حکومت ایتا یه همانشون یکان صحبت نکردی نه خب چرا قضیه خود طول کشید و با زندان یعنی رفته نمیشد که در همون فرودگاه مسئله حل شود سفری من روزی پنجشنبه بود گفتم سود باید منتظر باشیم وقتی که سود رفتیم در بین شنبه یک شنبه که داشتیم با نگفتن آمد وقتی که سود بود در سود خودی دو حکومتی رفتن برای اشتراکی او را نموندن در اون داخل شدن و البته ادوکاتی من کوشش کرد که همون روز جمعه باید آزاد میشدم سود به قرار آمد که باید در مدت 72 ساعت این حجتایی که تاجیکستان رای کرده است تفتیش کنند برای که شنبه یک شنبه روزی کاری نبود برای خیلی دشوار بود گفت برای روز دوشنبه تفتیش میکنیم که این حجتا اساس داره نداره بعد آزاد میکنیم
به سویده گفتم آیا در دنیا یکان حکومتی دیکتاتوری با یک دولتی دموکراتی میتواند گفته که همین شخص اپوزیسیونر را او را به من بتیم؟ به سویده گفت نه. آیا حکومتی دیکتاتوری بنویسد که همین شخص پریزیدنت ما را تنقید میکند شما او را تسلیم میکنین؟ گفتم او گفت نه. پس اوها هم ندونن که چی بنویسن در این ورق ها. البته او جنایت هایی که هم در خود تاجیکستان و هم در خود روسیه جنایت حسابیده میشد و همه ها رو مینویسد در اونجا که تا اینکه شما مرا تسلیم کنید. خیلی چی تعجب شد، گفت بله راست میگو، دیگر چی نکرد و دوامی صحبت با آوکاد بود. اونو هم شیطان. سفارت آستریا هم اشتراک داشتن. بله بله، اوها وقتی که در چی بودم با زنگ زده بودن که قضیه خودم با رفشن با او چی را با زندان نمیویم. خب سوالی بعدی، اولین کاری که خب فهمیدی دوچار مشکلی هستی، چی کار بود اولین کاری که کردی؟ اولی کار کردم کمتر آرام شدم، برای که آدم احساساتی میشد و بسیار به خطاگی ها دست میتن و به خلاصی آدم که این قضیه من سه سمت دارد، سمت سیاسی، سمت حقوقی و سمت رسانوی و در حال به برادرهایی که مسئول بودن با اوها در تماس برآمدم. خب تا کدام زمان تلفن در دست بود و با برادرو در علاقه بودی؟ تا تقریبا قریب که تا سوده در دستم. یعنی در فرودگاه در دست بود؟ بله بله. بعدی که زندان بازداشتگاه موقتی رفتی دیگه گرفتنش؟ بله بله، وقتی که بار اول با 48 ساعت محکم کردم و همونجا گرفتم. در ذهن تماشابین این سوال پیدا می شود که آیا خورسند نجمی دینف دوباره به روسیه سفر میکند یا که نه، یا میترسد؟ ببین برادر ایزایی، ما ترس را در داخل خود کشتیم تا دلهای مردم را از شجاعت پر کنیم و روسیه هم یک جای هست که ما 2 میلیون مهاجر داریم، ما باید به اونجا سفر کنیم در حالی که ما لاف از انقلاب میزنیم در تاجیکستان. وقتی که به سفر به روسیه بترسیم به تاجیکستان، فکر کنم به این سال ما ها نمیتونیم سفر کردن. ما کوشش میکنیم که سفر ها باز هم زیادتر شد به سمت روسیه. از این دون کسا که بازداشتگاه موقتی چگونه بود؟ آیا با یک جویه بود دیگر زندانی ها بودی یا اینکه تنها بودی؟ یکان حادثه در او داخل گذشت؟ بعد که مرا به بازداشتگاه موقتی بردن، من درخواست کردم که من یک شخص سیاسی هستم، این حکومت دیکتاتوری که امام علی رحمان هرچی از دستش بیاد میکنه و پرسون خواهش کردن که مرا به چی یکه بمونن، به کامره جداگانه. بله جداگانه. بله. و الحمدلله که رفتار خوب بود، جای خواب خوب بود. از این حادثه که سر خودت گذشت چی درس و عبرت ها میتوان گرفت؟ حکومت خودکامه امام علی رحمانوف با این کاری کردهش دل ما را نشکست، برعکس دل ما یک روحیه گرفت که ما در راه درست هستیم و امید پیدا شد که باز هم چند برنامه که در پیش داریم اوها میتوانیم پیش برده. و درس و عبرت دیگه این است که او بار اول بودیم در زندان، ایران دیدیم که راه ما خیلی جا دارد. ما میدونستیم که راه ما بلندی دارد، پستی دارد، شهادت دارد، زندان دارد و پیروزی را دارد. پیروزی هم دارد انشاءالله. بله. خب یکم پیغام به مردم، به شنوندگان که الان شما را میبینند. برای شنوندگان و تماشابینان گفتنی هم که تشکر زیاد به همه شخصانی که چی با دعا و چی در رسانه ها کوشش تلاش کردن برای آزادی من، به رسانه ها، به حکومت روسیه، به حکومت آفریقا و به تمام شخصانی که
در آزادی ما سهم داشتن تشکر زیاد میکنم. تشکر دوستان و برادران عزیز، هموطنان گرامی، برای دقت. با ما بود برادر خورسند در برنامه مصاحبه. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.